ما با ماتریس های دو در دو وارونش آشنا شدیم، یعنی یاد گرفتیم چه شکلی وارون ماتریس های دو در دو رو به دست بیاریم. ما اون ماتریس سه در سه چه شکلی وارونش به دست میاد؟ طبق رابطه‌ای که ما بهتون یاد دادیم، همیشه ماتریس وارون میشه یک بروی دترمینان در آستاره، که آستاره بود ماتریس الحاقی. دوباره همین رابطه برای ماتریس های سه در سه هم برقراره، با این تفاوت که آستاره دیگه مثل ماتریس های دو در دو به اون راحتی به دست نمیاد. اول قبل از اینکه بخوام شروع کنم بهتون یاد بدم آستاره چه شکلی به دست بیاد، میخوام شما رو با یک ماتریسی به نام ماتریس همسازه ها آشنا کنم. نگاه کنیم بچه‌ها، ماتریس همسازه ها ماتریسی که میای به جای هر درایش همسازش رو قرار میدیم. مثلا من میام به جای درایه 1-2 همسازه 1-2 رو قرار میدم و برای مابقی درایه هم همین کارو تکرار میکنم. مثلا اگه من یه ماتریسی داشته باشم مثل ماتریس آ که اینا درایه هاش باشن، وقتی میخوایم ماتریس همسازه هاش که حالا یا با ام یا با ان نشونش میدن، میام به جای تک تک درایه ها همسازه اونا قرار میدیم. یعنی مثلا به جای درایه 1-1 همسازه 1-1، به جای درایه 1-2 همسازه 1-2 رو به دست میاریم. خب حالا من این ماتریس همسازه رو به دست آوردم، به چه درد من میخوره؟ نگاه کن، وقتی تو بخوای ماتریس الحاقی ماتریس 3 در 3 رو به دست بیاری، میای ترانهاده ماتریس همسازه ها رو به دست میاری. پس ماتریس الحاقی ماتریس های 3 در 3 میشه ترانهاده ماتریس همسازه هاش. یعنی اگه ماتریس همسازه هاش مطابق اون چیزی که در اسلاید قبلی گفتم این رابط این ماتریس باشه، آ ستاره رو که خواسته به دست بری کافی اینو ترانهادش کنی. یعنی سطر اولت که A11 A12 A13 میاد تو ستون اول A11 A12 A13، سطر دوم A21 A22 A23 میاد جای ستون دوم A21 A22 A23 و به همین ترتیب سطر سومت هم میاد جای ستون سوم قرار میگیره. پس من بلد شدم ماتریس های 3 در 3 الحاقیشون چجوری به دست میاد. شاید هم تو ذهنت این میاد که خیلی طولانیه، من باید برم تک تک همسازه ها رو به دست بیارم. بله، در مسائل تشریح باید تک تک همسازه ها رو به دست بیاریم، در ماتریس همسازه ها بچینیمش، ترانهادش کنیم، آ ستاره به دست بیاد، بعد بریم دترمینان ماتریس آ رو حساب کنیم، بعد طبق رابطه آوارون میشه یک بروی دترمینان در آ ستاره، بریم چیکار کنیم؟ آوارون رو پیدا کنیم. ولی نگران نباشید، در جلوتر که بخوام تست هاشو حل کنم بهتون یه راه بهتر یاد میدم که سریعتر من بتونم توی گزینه ها توی مسائل تست ماتریس وارون رو بدون اینکه این همه راه بخوام برم محاسبه کنم. ولی در مسائل تشریح باید راه کلیشو بلد باشیم. ماتریس معکوس هم که میدونیم ماتریسی که اگه تو خودش ضرب بشه برابر با آی میشه، توی ماتریس دو در دو بررسی کردیم، رابطش هم که میدونیم آمن های میشه یک بروی دترمینان در آ ستاره. یه تست با هم دیگه، مثال با هم دیگه حل کنیم. وارون ماتریس زیر را بیابید. خب یه ماتریس به من داده 3 در 3، گفته برو وارونش رو حساب کن. طبق رابطه‌ای که بهت گفتم اول باید بیام ماتریس همسازه ها رو پیدا کنم. وقتی بخوام بیام ماتریس همسازه ها رو پیدا کنم، بعد تک تک همسازه ها رو حساب کنم. خب بریم حساب کنیم. اول همسازه 1-1. ما یاد گرفتیم همسازه 1-1 میشه منهای به توان جمعشون، سطر یک و ستون یک رو اوتش میکردیم میشه منهای یک صفر سه دو. اینجا یادداشت میکنم حاصلش که حساب کنم میشه منفی دو. بریم همسازه 1-2 رو حساب کنیم. 1-2 یعنی سطر یک ستون دو رو بنداز دور، منهای یک صفر 1-2 رو اینجا یادداشت کن، یه دونه منهای یک به توان جمع این هم که پشتش مینوشیم. قبلا در فیلم در فصل قبل اونجا که داشتم ماتریس های 3 در 3 دترمیناشو یاد میدادم، توی یک فیلم کامل در مورد همسازه و کهات باهات صحبت کردم، ولی به طور کامل بلدیم که حاصل این برابر با دو میشه. بریم همسازه 1 رو حساب کنیم. همسازه 1 میشه منهای یک به توان جمع 1 با 3 که میشه 4. حالا سطر یک ستون 3 رو اوت میکنم، عددی که باقی میمونه رو اینجا یادداشت میکنم که حاصل برابر میشه با منفی 2، یعنی میشه منهای 3 به علاوه 1 که میشه منفی 2. بریم بعدیش A21 رو حساب کنیم. A21 میشه منهای یک به توان جمعشون، سطر 2 ستون 1 رو اوت میکنم، 2 0 3 2 میشه، حاصلش میشه منفی 4. همسازه بعدی A22 سطر دو ستون دو رو اوت میکنم، 4-0-1-2 رو اینجا یادداشت میکنم، یه دونه منهای به توان جمعشون یعنی 4 مینویسم، حاصل برابر با 8 میشه. همسازه بعدی A23 میشه منهای به توان 5، دوباره همون کار تکرار میکنم، سطر دو و ستون 3 رو حذف میکنم، اعدادی که باقی میمونه رو اینجا یادداشت میکنم، حاصلش که حساب کنم میشه منفی 10. و به همین ترتیب بریم همسازه های سطر سوم هم، یعنی 3-1 3-2 و 3-3 رو حساب میکنم. همسازه 3-1 میشه منهای به توان جمعشون 4، سطر 3 ستون 1 رو اوت میکنم، اینجا یادداشت میکنم که برابر با 0 میشه. همسازه 3-2 میشه منهای به توان 5، سطر 3 ستون 2 رو اوت میکنم، 4-0 منهای 1-0 یادداشت میکنم و حاصل به دست میاد 3. و به نهایت همسازه 3-3 که میشه منهای 1 به توان 6، حالا سطر 3 و ستون 3 رو اوت میکنم، 4-2 منهای 1 منهای
های یک که میشه من های چهار، به علاوه دو میشه من های دو. من همه این همسازه ها رو به دست آوردم، دقیقاً به ترتیبم نوشتم. یعنی الان من ماتریس همسازه ها رو در واقع من نوشتم. ماتریس همسازه ها ماتریسی بودش که به جای هر درایه همسازش قرار میگرفت. پس اگه یک ماتریس 3 در 3 من اینجا داشته باشم، اینا میشن چی؟ درایه های ماتریس همسازه هام. پس ماتریس همسازه ها میشه من های دو، دو من های دو. سطر دومش میشه من های 4 8 من های 10 و سطر سومش میشه 0 0 و من های 2 که من اینا رو اینجا یادداشت کردم که دقیقاً همون عددهایی که به دست آورده بودم و توی ماتریس همسازه ها یادداشت کردم. سوال ماتریس وارون رو میخواد. ما برای ماتریس وارون باید ماتریس آ ستاره یا ماتریس الحاقی رو به دست بیاریم. ماتریس الحاقی هم که میدونیم چی میشه، ترانهاده ماتریس همسازه ها میشه. پس من اینو باید ترانهادهش کنم. یعنی میشه من های 2 2 من های 2 جای ستون اول، من های 4 8 من های 10 جای ستون دوم، سطر سوم هم که 0 0 من های 2 رو جای ستون سوم یادداشت میکنم. پس من آ ستاره رو به دست آوردم. پس من آ ستاره دارم، ماتریس آ رو دارم. میدونم آ وارون رابطش میشه 1 بروی دترمینان در آ ستاره. تا اینجا من رفتم فقط آ ستاره رو به دست آوردم. باید دترمینان آ رو هم به دست بیارم. خب بریم دترمینان آ رو به دست بریم. دترمینان که ماتریس 3 در 3 من اینو میرم از روش بست استفاده میکنم جای ساروس. میدونم ما روش های مختلفی هست. این 3 تا روش برای به دست آوردن به دترمینان به یاد دادیم. یه روش روش ساروس بود، یه روش روش بست بود. یکم با استفاده از اون ویژگی‌ها که بالا مثلث یا پای مثلثش می‌کردیم. بهت گفته بودم اگر در سطر یا ستونی دو تا صفر داشتی بهتر از بست بری. چون اینجا من دو تا صفر میبینم توی ستون سوم، اینو بستش میدم حول ستون سوم. یعنی چی؟ میگم این درایه که 1 3 در همسازش، این درایه که 2 3 در همسازش و این درایه که 3 3 در همسازش. خب این که صفر، اینم که صفر، در همسازش اونم که ضرب بشن صفر، فقط میشه دو تا همسازه 3 3 که حاصل میشه منفی 4. پس من به جای دترمینان آ منفی 4 میذارم، به جای آ ستاره هم که اون ماتریسی که به دست آوردم میذارم، من های 1 4م که حاصل عدد پشت دترمینان من، پشت ماتریس من میشه رو در کل ضرب میکنم، میشه 1 دوم 1 0 منفی 1 دوم منفی 2 0 1 دوم 5 دوم 1 دوم. ماتریسی که من اینجا به دست آوردم وارون ماتریس آی منه. پس بچه دقت کنید، من یاد بهت دادم که اگر خواستی بری وارون یک ماتریس 3 در 3 رو به دست بری چه مراحل رو باید طی کنی. یه ذره طولانی بود. من اول ماتریسی که بهم داد تک تک همسازه‌هاش رو حساب کردم، عددهایی که به دست آورد و چیدم تو ماتریس همسازه‌ها، یعنی به جای هر درایه همسازه‌اش قرار دادم. بعد اومدم ترانهادش کردم، آ ستاره هم به دست اومد. بعد دترمینان حساب کردم و بعد که دترمینان حساب کردم آ ستاره رو حساب کردم، تو این رابطه جایگذاری کردم و حاصلش به دست اومد. ولی بچه همیشه که اینقدر بخوام این همه طولانی بخوام حل کنیم یه سخت میشه. در مسئله تستی میتونیم از این راه استفاده کنیم. اگر فقط یک درایه از ماتریس الحاقی رو خواستیم، نیاز به بدست آوردن کل ماتریس الحاقی نیست. میتونیم از این رابطه‌ای که الان بهت میگم فقط همون یک درایه رو به دست بیاریم. این اگه تو فقط درایه 1 2 ماتریس الحاقی رو خواستی، کافیه همسازه 2 1 رو حساب کنی، یعنی همسازه برعکس. خیلی هم واضحه. شما میدونین که اگر من یک ماتریس همسازه ها داشته باشم ترانه هادش کنم میشه الحاقی. خب ماتریس همسازه درایه 1 2 ترانه هاده بشه میره جای 2 1 قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی درایه 1 2 ماتریس الحاقی همسازه چی قرار گرفته؟ 2 1. اینی که دارم بهت میگم برای به دست آوردن ماتریس الحاقیه اگه تک درایه‌شو بخوای. خب دانشجو ممکن سوال بپرسه که خب اگه توی کنکور سراسری توی یک مسئله تستی بهم گفتن کدام گزینه ماتریس الحاقیه، ماتریسی که بهت دادم کدوم گزینه اون میشه، تو لازم نیست بری کل ماتریس الحاقی ببینی به دست بریم کدوم گزینه میشه. یه درایه یا دو تا درایه‌شو به دست بیار، گزینه‌ای درسته که اون یه درایه یا اون دو تا درایه‌اش با اون عددی که تو به دست آوردی یکی باشه. قاعدتا همه گزینه‌ها که این ویژگی رو ندارن. بریم مثال حل کنیم. مجموع درایه های سطر سوم ماتریس الحاقی ماتریسی که داریم میبینیم کدام است؟ خب یک ماتریس به من داده 3 در 3، اومده گفته مجموع درایه های سطر سوم ماتریس الحاقی. یعنی اگه من یه ماتریس الحاقی داشته باشم این درایه ها رو از من میخواد. پس من لازم نیست برم کل ماتریس الحاقی رو به دست بیارم، فقط این درایه ها رو به دست میارم. یه نکته بهت گفته بودم، تو درایه سطر آی و ستون جی ماتریس الحاقی رو خواستی، کافی همسازه برعکس رو حساب کنی. یعنی چی؟ خب بچه درایه چند چنده؟ درایه 3 1 الحاقی. پس 3 1 الحاقی میشه همسازه 1 3. خب همسازه 1 3 هم بلدم، یه دونه من های 1 به توان 4 مینویسم، سطر 1 و ستون 3 رو اوت میکنم، 1 0 0 1 رو اینجا یادداشت میکنم، حاصلش برابر 1 میشه. یعنی من به راحتی فهمیدم این 1.
بریم بعدی. همسازی درایه 3 2 رو میخوام به دست بیارم. بچه این درایه چند چنده؟ سطر 3 ستون 2. سطر 3 ستون 2 چی؟ الحاقی. پس این باید سطر 3 ستون 3 سطر 3 ستون 2 الحاقی رو به دست بیارم. طبق رابطه‌ای که بهت یاد دادم سطر 3 ستون 2 الحاقی میشه همسازه برعکسش، یعنی همسازه 2 3. همسازه 2 3 هم که میخوایم به دست بیاریم میگیم منهایک به توان 5 سطر 2 ستون 3 رو اوتش میکنم، میشه 3 1 0 1 سه یک صفر یک، حاصل به دست میاد منفی سه. حالا میرم همسازه ببخشید درایه سه سه رو به دست بیارم، آخرین درایه مو درایه سه سه مادلیس الحاقی میشه همسازه برعکسش که اونم میشه سه سه، میشه منهای یک به توان شیش سطر سه و ستون سه رو اوت میکنم، سه یک یک صفر رو اینجا یادداشت میکنم که حاصل این به دست میاد منفی یک، یعنی یک منهای سه منهای یک به ترتیب شدن اعداد سطر سوم ماتریس الحاقی من. بدون اینکه کلش رو به دست بیارم سریع اون سطح درایه که میخواستم. حالا سوال مجموع درایه سطر سوم خواسته که مجموعشون برابر با منهای سه میشه. حالا سوال اینجاست، من اینجا بهت یاد دادم که ماتریس الحاقی رو اگه یک درایه یا دو تا درایه در نهایت سه تا درایه از ما خواستن چه شکلی حساب کنیم؟ اگه ماتریس وارونه خواستن چی؟ اگر یک درایه از ماتریس وارونه از من خواستن کافیه از این رابطه حساب کنم. آی و جی آ وارون میشه همسازی جی و آی به روی دترمینانت. در واقع شما میدونین اگر ماتریس الحاقی یه دونه یک به روی دترمینانت توی ضرب بشه میشه ماتریس وارون. من توی اسلاید قبلی بهت یاد دادم آی و جی آ ستاره رو خواستی به دست بیاری کافی همسازه برعکس رو حساب کنی. حالا اگه یه دونه مخرجش دترمینانت بیاد میشه آ وارون. پس من اگه خواستم مثلا دارم میگم درایه 2 3 آ وارون حساب کنم کافی همسازه 3 2 ماتریسی که بهت داده رو به دترمینانش تقسیم کنم که اینجا هم میدونیم آ و آی جی ماتریس وارون یعنی درایه سطر آی و ستون جی ماتریس معکوس یا ماتریس وارون من. بریم تستم از این حل کنیم. درایه مربوط به سطر اول و ستون دوم ماتریسی که داریم میبینیم کدام است؟ خب توی یک مسئله تستی یک ماتریس به من داده گفته فقط درایه سطر اول و ستون دوم اینو به دست بیار. تو لازم نیست بری کل اون داستانایی که ماتریس معکوس بخوای حساب کنی، بری ماتریس همسازه ها رو حساب کنی، بعد بری ترانهادش کنی الحاقی بشه، بعد دترمینان بگیری، بعد یک بری دترمینان رو در آ ستاره ضرب کنی و ماتریس وارون رو کلش رو به دست بیاری، تازه ببینی سطر اول ستون دو چی میشه. فقط همین یه درایه رو به دست بیار. خیلی سریع من میدونم طبق رابطه‌ای که داشتیم درایه سطر آی ستون جی معکوس میشه همسازه برعکس بروی دترمینان. یعنی چی؟ یعنی سوال گفته درایه سطر اول ستون دو معکوس رو به دست بیار، من میام همسازه دو یک رو به دترمینان تقسیم میکنم، فقط قبلش باید دترمینان رو حساب کنم. خب دترمینان این ماتریس رو از روش ساروس میام حساب میکنم، دوتا سطر اول پایین یادداشت میکنم دیگه بلدیم، ضرب اینا میشه منهای 8، ضرب اینا میشه منهای 3، ضرب اینا میشه 0، ضرب اینا 0 با علامت منفی، ضرب اینا میشه 18 با علامت منفی و ضرب این هم میشه چند؟ صفر که اینجا نوشتمش. حاصل به دست میاد منفی 29. خب حالا من جای دترمینان آ منفی 29 میذارم، جای همسازه 2 1 هم که به راحتی به دست بیاد میشه منفی 1 به توان 3. همسازه 2 1 یعنی سطر 2 ستون 1 رو اد کن، 0 1 3 منهای 2 رو اینجا یادداشت میکنم، حاصل اینا که حساب کنم میشه منفی 3، در این که ضرب کنم میشه مثبت 3، یه منفی 29 هم که پایین میشه منفی 3 29. یعنی چی؟ یعنی این که تو اگه بری ماتریس وارون رو حساب کنی درایه‌ای که توی سطر اول و ستون دومش قرار میگیره منفی 3 29 همه. پس من به راحتی تونستم همون یه درایه رو سریع حساب کنم. یه تست دیگه برای اینکه نکته خوب جا بیفته میخوام با هم دیگه حل کنیم. در ماتریسی که داریم میبینیم اگر عضو واقع در سطر دوم و ستون سوم ماتریس معکوس آ برابر یک باشد مقدار کا کدام است؟ خب توی این سال خودش اومده گفته درایه سطر دو ستون سه معکوس عددش شده چند؟ یک. درایه سطر دو ستون سه معکوس عدد شده یک کا چنده؟ طبق نکته که به یاد دادم درایه سطر آی ستون جی معکوس گفتم همسازه برعکس به روی دترمینان. یعنی چی؟ درایه دو سه معکوسه که خواستی به دست بیاری کافی همسازه سه دو رو به دترمینان تقسیم کنی. خب بچه پس من اول باید برم دترمینان رو حساب کنم، دترمینان رو عروش ساروس میرم، دو تا سطر اول پایین یادداشت میکنم، اینا رو تا هم دیگه ضرب میکنیم میشه دو، اینا که ضرب کنیم 12، اینا که ضرب کنم کا، اون بریا با علامت منفی میشه منهای 2 منهای 3 منهای 4 کا که سادهش کنم میشه 9 منهای 3 کا. یعنی به جای دترمینان آ 9 منهای 3 کا می نویسم، به جای درایه 2 3 معکوس هم خودش گفته 1 می نویسم، همسازه 3 2 هم که به دست بیارم. خب بچه همسازه 3 2 یعنی چی؟ یعنی میه منهای به توان 5 سطر 3 ستون 2 رو اوت کن، 1 2 2 1 رو اینجا
جایگذاری میکنم. خب یه طرف مثلا میکنم، این که میشه 9 منهای 3 کا، اینم حاصلش میشه 1 منهای 4 میشه منفی 3، در این میشه مثبت 3. یعنی 9 منهای 3 کا میشه 3. از حل این معادله مقدار کا به دست میاد برابر با 2. و اما اگر نیومدن یک درایه رو بخوان از ما، یعنی گفتن کل ماتریس وارون حساب کن چیکار کنی، به این تست دقت کنین، گفتن وارون این ماتریس کدام است، 4 تا گزینه هم به من داده. خب یکی میپرسه دیگه اینجا مجبورم برم کل درایه‌هاشو حساب کنم چون همه‌شو از من میخواد. اون کسایی که یه ذره باهوش‌ترن میگن لازم نیست من برم کل درایه‌ها رو به دست بیارم. تو این جور مسائل به جای اینکه بیان کل ماتریس وارون حساب کنیم، فقط درایه‌ای که در تمام گزینه‌ها متفاوته رو پیدا کنین و ماتریس وارونش حساب کنین. هر گزینه‌ای که با عدد ما یکی شد اون جواب. یعنی چی؟ چون فرض کن این گزینه‌هاتونه، من میخوام ماتریس وارون حساب کنم، لازم نیست بری بازم ترکیب کنم کل ماتریس وارون حساب کنی. خیلی راه پیچیده و سختی بود، یعنی طولانی و پیچیده نبود، یه راه طولانی رو طی کنم ماتریس وارون رو به دست برم گزینه ها بزنم. نه، لازم نیست این کارو بکنی. به این گزینه ها دقت کن. خب همه گزینه ها که یکی نیستن، وقتی همه گزینه ها جوابت میشدن، پس قطعا باید درایه هاش با هم فرق کنه. به نظر شما کدوم یک از درایه ها همه عدداش با هم فرق کنه؟ قطعا درایه یک یک نیست، چون در همه گزینه ها درایه یک یکش نوعه. بعضی میاد بیان درایه یک دو رو حساب کنیم. خب درایه این منهای 6 این صفره، تا اینجا فرق میکنه، این منهای 6 اینم منهای 1، بازم این خوب نیست. میدونید چرا؟ چون دو تا گزینه‌اش یکی شد. سعی کنیم درایه رو پیدا کنیم تو همه گزینه‌ها متفاوته. یه ذره که دقت میکنم میبینم درایه 2 3 تو همه گزینه‌ها فرق میکنه، تو این منهای 2، تو این 3، تو این 2، تو این منهای 3. خب این خیلی خوبه، تو فقط همین یه درایه رو به دست بیار. اگر دیدی منهای 3 شد گزینه 1 درسته، اگر دیدی 2 شد گزینه 2 درسته، اگر دیدی 3 شد گزینه 3 درسته، اگر منهای 2 شد گزینه 4 درسته، پس تو فقط کافیه بری درایه 2 3 رو به دست بیاری. سطر 2 ستون 3، درایه 2 3 رو که میخوام به دست بیارم بعد همسازه برعکسش به دترمینانت تقسیم کنم. حالا که میخوام دترمینانت اون حساب کنم، چون ماتریس من یک ماتریس بالا مثلثی دترمینانت که میشه ضرب قطر اصلی یعنی 9، همسازه سهدام که میشه منهای 1 به توان 5، سطر 3 و ستون 2 رو ادم میکنم 1 1 0 2 رو اینجا یادداشت میکنم، حاصل میشه 2 در یه منفی ضرب میشه منفی 2 نهم. همه گزینه‌ها یه دونه 1 نهم رو فاکتور گرفته، پس منم اگه یه دونه 1 نهم اینو جادو کنم میشه 1 نهم منفی 2. حالا گزینه درسته که درایه سطر دو ستون 3 منفی 2 باشه، یه یک نهمش هم که اون پشت گذاشته، پس گزینه 4 میشه پاسخ درست من. پس بچه دقت کنین که در مسائل ماتریس وارو، مسائل تشریح که کامل یاد گرفتیم، در مسائل تستی بعضی موقع ها خودش یک درایه یا نهایتاً یک سطر از ماتریس الحاقی یا ماتریس وارو رو میخواد که بهت یاد دادم. ولی اگر دقت کن، چون این مسئله خیلی مهمه، اگه تو گزینه‌هات گفت کدام گزینه وارونه، لازم نیست بری کلش حساب کنی، فقط بیا یک درایه یا یک دو تا درایه نهایتا، اونی که در همه گزینه‌ها با هم دیگه فرق می‌کنه اونو به دست بیار. اون عددی که در گزینه‌ها با عددی که تو به دست آوردی یکی میشه جواب تو.